گذشته یادت مهد کودک چند روز رفتی؟ بله. بعد دیگه نموندی مهد کودک نه؟ بله. چرا نموندی؟ چون که مامانم دوست داشتم گفتم پیش مامانم بشیرم حالا که بزرگتر گردم مامانم بذارم. چرا؟ چون هرگیچه کوچولو بودم باستم از مامان بگرد برای الان بزرگتر باستم نمیخوره. محمد آقا شما دوست داری چی کاره بشید وقتی بزرگ شدی درس خوندی؟ مدرسه دار. منظور چی؟ مثلا برم مدرسه. خب چی کار کنیم مدرسه؟ به بچه ها درس بدم. مثل کی؟ مثل مامانم، مثل بابا. وقتی که 10 سالم بود، حدود 11 سال پیش میشه، با خانواده‌ام یه مسافرت رفتیم. یه سفر 30 روزه. توی این مسافرت من یه از این دوربینای کوچیک خریده بودم. از اینایی که یه بار مصرفن، یه تعداد محدودی فقط عکس میگیرن. و عکسایی که از اون سفر برام موند اینا بودن. همین چند وقت پیش باز خودم یه مسافرت رفتم. یه مسافرت 5 روزه. و اینا عکسایی هم که توی اون سفر گرفتم. گوشی‌های همه ما الان همچین شمایلی داره نه؟ یه عالمه عکسی که جمع شده و نمیدونیم باهاش چی کار بکنیم. هر روز 80 میلیون عکس روی اینستاگرام گذاشته میشه. 80 میلیون یعنی اینکه هر ایرانی هر روز صبح که پا میشه یه عکس بذاره. 60 ساعت ویدیو در دقیقه روی یوتیوب گذاشته میشه. و هر ثانیه همین ثانیه 6000 تا توییت داره پست میشه. ما توی دنیای زندگی میکنیم که از هر صحنه‌ای داریم 1000 تا عکس میگیریم. داریم همش سعی میکنیم زندگیامونو با عکس و فیلم و ضبط صدا و غیره همه رو ثبت کنیم. میخوایم یه چیزی به یادگار بمونه از زندگیامون. سوالی که برام پیش میاد وقتی به این عکس‌ها و آمار نگاه میکنم و فکر میکنم هممون باید بهش فکر کنیم اینه که چه چیزی واقعا ارزش ثبت شدن داره؟ 35000 سال پیش ما آدما دوست داریم که از خودمون اثر به جا بذاریم. 35000 سال پیش دستامونو گذاشتیم روی دیوار غار آلتامیرا و خاک سرخ بهش فوت کردیم. فقط برای یه دلیل. اینکه بگیم من اینجا بودم. الان داریم سعی می‌کنیم همین کارو بکنیم نه؟ پاییز سال 93 بود با یکی از دوستام، یه دوستی که اتفاقا توی تدکس 2014 باهاش آشنا شدم، در مورد چیزای منحصر به فرد صحبت می‌کردیم. اینکه بعضی از آدم‌ها دوست دارن اثر انگشتشون رو داشته باشن، پرینتشو یا پرینت دی ان ای شون رو برای خودشون تابلو می‌کنن. در مورد این صحبت می‌کردیم که چه چیزی آدم‌ها رو متمایز می‌کنه. ما آدم‌ها رو به چی می‌شناسیم؟ صدا. یه چیزی که خیلی از آدم‌ها یادمون می‌مونه صداشونه. وقتی تلفن‌رو برمی‌داریم، حداقل وقتی که شماره روی تلفن هنوز نمی‌افتاد، آدم‌ها رو از صداشون می‌تونستیم تشخیص بدیم. و صدای آدم‌ها منحصر به فرده. صدای آدم‌ها حتی از اثر انگشتشون هم یکتاتره. به خاطر اینکه علاوه بر اون عوامل ژنتیکی که توش تأثیر می‌ذاره، چیزایی مثل شرایط اون لحظه، حسمون و سنمون روش تأثیر می‌ذاره. پس ما یه چیزی توش ارزش دیدیم که همیشه دور و برمون بود. یه چیزی که قبلا حواسمون بهش نبود. حالا یه عالمه لحظه ارزشمندی بود که میونه این صداها گم شده بود. و ما می‌خواستیم این صداها رو حفظ بکنیم. صدای مثل اولین باری که یه مادر و پدر تپش قلب فرزندشون رو می‌شنون. صدایی مثل وقتی به یه کسی میگیم دوستت دارم. یا حتی وقتی پدرمون زیر لب یه شعری رو زمزمه می‌کنه. و یه صدای خنده. خب از صداها ارزشمندن. میتونیم روی این توافق داشته باشیم با هم. حالا میخواییم این صداهای ارزشمند رو چطوری حفظشون بکنیم؟ جوابش خیلی ساده است. موبایلم رو در میارم، هر صدایی که به نظرم جالبه اونو ضبطش میکنم و فایل صوتیشو نگه میدارم. واقعا چقدر امکان داره که ما به یه فایل صوتی که ضبط کردیم برگردیم؟ احتمالش خیلی کمه. شاید حتی 2-3 بار هم این کارو نکنیم. حتی اگه خیلی صدای برامون ارزشمند باشه. و ما
اون صدای اون فایل صوتی داره یه جایی خاک میخوره برای خودش. جای چیزای ارزشمند ما آدم ها روی گوشی هامون نیست. ما چیزای ارزشمندمون رو میذاریم توی یه گنجه، توی یه کشوی خصوصی. عکس عزیزامون رو میذاریم توی کیف پولمون، میذاریم رو میز کارمون، یا قابش میکنیم به دیوار. ایده ما دقیقا همین بود، این که بیایم صداها رو قاب کنیم به دیوار. و برای اینکه این ایده رو بتونیم ارزش کنیم، یه استارتاپ شکل گرفت. استارتاپی که میگفت آدم ها بیاید صداهای ارزشمندتون رو قاب کنید به دیوار. هممون میدونیم که صدا موجه و یه نمودار موجی داره. از طریق اون نمودار موجی ما صداها رو به تصویر تبدیل میکنیم. و اینطوری میتونن، نمیدونم، یه جورایی مثل یه اثر هنری به دیوار آویخته بشن. هیجان زده بودیم این چیزی که فهمیدیم و به همه نشون بدیم. اما همیشه توضیح دادن این که چرا و چه جوری ما میخوایم این کارو بکنیم که صداها رو تابلو کنیم، همیشه کار راحتی نبود. مثلا اگه بخواید سعی کنید به پدر مادرتون بگید که این شغل جدید منه. ولی خب امروز میدونیم که تبادل ارزش ایده به خاطر اینترنت خیلی راحت شده برامون. و شمایل یه وبسایت گرفت ایده ما. یه وبسایتی که اجازه میداد حالا آدما بیان صداهاشون رو اونجا آپلود کنن و یه تابلو تحویل بگیرن در ازاش. برخلاف تصورمون، خیلی بیش از اونی که فکر میکردیم آدما با ایدمون ارتباط برقرار کردن. حتی گاهی از خودمون هم هیجان زده تر میشدن نسبت به این ایده. و الان 4000 خونه وجود داره که توش یه صدایی رو تبدیل به تابلو کردن. چیزی که برای خودم خیلی قشنگ بود، دیدن این بود که هر آدمی چی رو انتخاب میکنه، چه صدایی رو میخواد ثبت کنه از زندگیش هر آدمی. و مثالاش خیلی جالب بودن. بعضی ها مثلا دوست داشتن دیالوگ فیلم مورد علاقه شون رو تبدیل به تابلو کنن، یا بعضی ها مثلا آهنگ مورد علاقه شون رو تبدیل به تابلو میکردن. بعضی ها جمله‌ای رو به کسی میگفتن و اونو بهش هدیه میدادن. یا حتی یکی از نمونه های جالب این بود که کسی مراسم عقدش رو برای ما فرستاد و تابلوش رو تحویل گرفت. خب پس شما چیکار میکنین؟ ما صداها رو میگیریم و تبدیل به تابلوشون میکنیم. اما فقط همین نه. میخواستیم بعد از اینکه این اتفاق افتاد و صدا تبدیل به تصویر شد، ارتباط ما با اون صدای پشت سرش از بین نره. برای این کار یک QR کد پایین همه تابلوها تعبیه شد. QR کد یک کدیه که به راحتی با همه گوشی‌ها میشه اسکنش کرد و میتونید صدای پشت تابلوتون رو بشنوید. یه جورایی ارتباط ما با اون صدای از بین نمیره. هنوز میتونیم بشنویمش. هنوز در دسترسمونه. و حتی میتونیم بگیم یه جورایی جاودان است. قبل از اینکه وارد صحنه بشم، یعنی همینطور که داشتم وارد میشدم، با هم یه صدایی رو شنیدیم. صدای مکالمه یه پدر با پسر 5 سالش. الان اون پسر 5 ساله توی تولد 25 سالگیش تابلوی اون صدا رو هدیه گرفته. این اونه. این صدا 20 سال مونده بود. 20 سال منتظر مونده بود که تبدیل بشه به بهترین هدیه دنیا. حداقل از نظر من. و متاسفانه پدری که صداشون شنیدیم سال پیش فوت کردن. اما من تحقیقا اینو میدونم که اون صدا برای خانواده‌شون موندگار شده. ما توی دنیای زندگی میکنیم، دنیایی که پر شده. پر شده از داده، پر شده از اطلاعات، عکس، فیلم، صدا. و نمیدونیم باهاش چی کار بکنیم. شاید باید مکس کنیم. گاهی بهتره که ساکت بشیم تا بتونیم یه چیزی رو بهتر بشنویم، ها؟ ایده ما یکی از این راه ها بود. راهی که میاد میگه که نذارین لحظه های مهم زندگیتون از دست برن. ما کار خاصی نکردیم. صدا همیشه وجود داشته. حتی تصویر صدا رو هم سالهاست که آدم ها دارن میبینن. فقط اومدیم به یه چیزی که بوده جور جدیدی نگاه کردیم. چه چیزایی وجود دارن توی زندگی شما که دم دستی هن ولی ارزشمندن؟ شما کمتر بهشون توجه میکنی. ارزش توی چیزای ساده است. من مطمئنم که یه عالم راه دیگه وجود داره برای نیاز ما. این نیاز که بگیم من اینجا بودم. اینکه از زندگیامون چیزی رو یادگار ببریم.
پس یه بار دیگه این سوال با خودمون مرور میکنیم، اینکه چه چیزی واقعا ارزش نگه داشتن داره. من فکر میکنم بهتر که مکس کنیم، چون ما توی انبوهی از صداها زندگی میکنیم. ساکت بشیم تا بشنویم. ممنونم.